تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته برباد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبستی. درود بر شما هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم و طبق قرار از دو هفته تحلیل از اخبار هفته گذشته رو در اختیارتون میذارم و تحلیلم از تصاویر جمهوری اسلامی، چون در این تصاویر واقعا یک حرف درست نیست و معمولا همش پر از غلط خلوته. عکس ها رو از بایگانی در آوردن، عکس های مختلف زمان های مختلف رو سر هم کردن و نتیجهش میشه حد زد که اگر این کار کردن یعنی که کسی رو در کنار خودشون نداشتن و در اون برنامه که اعلام کردن مورد تحریم داخلی، تحریم مردم و تحریم خودی های واقع شدن که دیگر امیدی به آینده نظام ندارن. اینو من در تمام تصاویر در این هفته خواهید دید و بسیار هم جالب بود. و قبل از اینکه شروع کنم، من همیشه یک تاریخچه از جمهوری اسلامی میدم و اینه که ریشه این جمهوری اسلامی چی بوده، تحولاتش چی بوده در حدود 10 دقیقه، که واقعا بدونید که این نظام اون نظام قوی نیستش که خودش برای ما میسازه و اغلب تفسیرگران هم چون اخبار جمهوری اسلامی رو دعوی میکنن نمیان اصلا این مسئله دروغگویی اینا رو در نظر بگیرن و به اصطلاح 100% برای اینا قبول میکنن هر حرفی که اینا زدن. ما نیرو میفرستیم چه میدونم به کره ماه، ما نیرو میفرستیم به لبنان، ما عراق رو میگیریم، اینا خودشون خیابانهای تهران رو، خیابانهای ایران رو نمیتونن بگیرن و نمونه هاشو من در این هفته به طور کامل به شما نشون خواهم داد. در ریشه این انقلاب رو باید ببینیم چی بوده کوتاه و واقعا تحولاتش، ببینید که شما خودتون چه موفقیاتی در مقابل این نظام داشت. ریشه این نظام نه به اسلام برمیگرده، نه به عرب های همسایه ما، اینها خودشون گرفتار اسلام هستن. عرب های بسیار خوبی در همسایگی ما بودن، از جمله انور سادات که اینگونه پر از محبت با شاه ایران رفتار کرد. نکنه به جان شما، من ایرانی، کلیمی، ترک و بقیه رو ندیدم که این چنین کمک بکنن به شاه ایران در اون زمان که ایران در رنج و عذاب بود. برای ریشه این انقلاب یک ریشه خارجی داره و برنامه بسیار قدیمی. از قدیم انگلیسی ها در ایران نفوذ داشتن و از راه اسلام پایه خودشون رو قوی کردن، چون وسیله‌ای بود که روز فکر مردم سوار بشن. در احزاب دیگه هم حضور داشتن، مثلا در بین چه میدونم بهایی ها، در بین چه میدونم زرتشتی ها، و اون احزاب اون مذاهب قدرتشون به اسلام نبود و اینا تمام سعی و همشون رو اسلام گذاشتن و تمام منطقه رو با اسلام گرفته بودن و برنامه‌شون این نبود منتها که اسلام رو به جان بقیه بندازن. اینها رو بازدارنده پیشرفت استفاده میکرد. آمریکا وقتی منطقه علاقمند شد به دنبال همین اسلام رفت، ولی برای اینکه نظم انگلیسی رو به هم بزنه باید این اسلام رو به جان نظم آن زمان مینداخت و یک اسلام ستیزه‌جو رو دنبالش رفت و از روز آغاز این رو در بطن این کاشت. وقتی که مشکلاتش با ایران زیاد شد، یعنی شاه ایران زیر بار بندگی آمریکا نمی رفت، استقلال ایران رو میخواست، استقلال نفتی، استقلال نظامی، آمدن و برنامه کمربند سبز رو با اسلامی هایی که از سالها پیش به وجود آورده بودن میخواستن اجرا بکنن. انگلیسی ها در این بازی شرکت کردن و چون مهرهای اسلامیشون قوی تر از مهرهای اسلامی آمریکا بودن، بازی رو
انقلاب رو از اینها دزدیدن. از اون روز اول آمریکا وارد جنگ فرسایشی اقتصادی با حکومت آخوندی ولایت فقیه شد، این ولایت فقیه رو زمین بزنه و برگرده به اون چیزی که خودش میگه دموکراسی، یعنی مهرهای خودش رو که اسلامی کتشلواری هستن سر کار بیاره، که البته همشون هم ستیزه جو هستن، دشمن روسیه هستن، دشمن منطقه هستن، دشمن این هستن، دشمن اون هستن، و به اسم اشاعه دموکراسی حاضر به لشکر کشی. از همون روز آغاز که این جنگ برای بازگرداندن مهرهای آمریکا شروع شد، انگلیس مهره اصلیش در بازی جمهوری اسلامی که رفسنجانی باشه، رئیس ضد اطلاعات سپاه شده بود، وزارت کشور رو داشت و از این حرفا، این رو در یک جنگ فرسایشی برعکس در مقابل آمریکا قرار دادن، جنگ تروریستی و جنگ واقعی در منطقه برای بستن خلیج فارس. و نتیجهش این شد که عده زیادی که به خود همین نظام پیوسته بودن یا کسانی که از قبل نظام پولدار شده بودن در فکر فرار افتادن. بقیه آخوندها هم میخواستن این رفسنجانی رو زمین بزنن، بلکه برن با آمریکا از دست این برنامه خارج بشن، خودشون هم برن نوکر آمریکا بشن. رفسنجانی و انگلیسی های دیگر در بازی شروع به قیقاز رفتن کردن، ولی نشد از دست در مقابل آمریکا موفق بشن. بعد اومدن با کمک همدیگه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو برای رفسنجانی درست کردن که این باعث بشه که این حکومت در دست این قوی تر بماند. پس از اون اومدن دلار رو ارزان کردن، رفسنجانی دلار رو ارزان کرد که پولدارها رو پیش خودش نگه داره، هر جنس خارجی تولید شده بود قیمتش از جنس داخلی کمتر شد و در واقع تولید در ایران به صفر رسید و از بین رفت. اونا خاتمی رو آوردن، سر آمریکا شیره بمالن، سر اروپا شیره بمالن، نفت و ارزان فروختن، به این بهان لاس زدن با چین و روسیه، ولی آمریکا از این برای زمین زدن ایران رفت دنبال مسئله اتمی در مورد کشوری که یک کامپیوتر فسقلی نتونسته بسازه، چه برسه به کامپیوترهای فوق‌العاده که برای سیستم‌های اتمی لازم. برای انگلیس و پشت و پناه اینا بود، ولی بقیه اروپا و روسا و چینیا دیدن که این رژیم آینده نداره، در نهایت در مقابل آمریکا سقوط خواهد کرد، و پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بردن و تحریم ها رو بین المللی کردن، خودشون هم بتونن فشار به نظام بیارن و این رو از رفتن به طرف آمریکا باز دارن. وقتی تحریم ها بین المللی شد، وارد شدن پول به ایران کم شد، و چون چیزی تولید نمی شد و همه چی وارد می کرد، حالت نیمه قحطی پیش اومد. این برای اینکه ذخیره ها رو حفظ کنه و قحطی کامل نشه، اومدن قیمت ها رو بردن بالا با طرح آزادسازی یارانه ها و حقوق ها رو منجمد کردن، و زیادی از جوانان که به بسیج پیوسته بودن، و من در تمام تظاهراتی که آشنایان خودم می رفتن میگفتن آقا اینا محکم نمیزنن، میگن آقا ما از بدبختی اومدیم توی بسیج، اینها با نظام فاصله گرفتن، چون دیگر حتی اون پول هم نبود که بیان سر کار، و نتیجه وضع نظام در سال 2008 بحرانی شد، و اینها در این فکر افتادن که این لاتبازی هایی رو که میکنن برای بمونن برای گرفتن تضمین امنیتی. کلمه تضمین امنیتی از سال 2008 اومد سر باب زمان، چون اینا میخوان از آمریکا تضمین بگیرن که کسی اینا رو کاری نمیکنه، حکومت رو ترک بکنه. لاریجانی اومد با پالیزدار پرونده های مجمع تشخیص مصلحت نظام رو بزنه رو اینا رو بندازه زمین، خودش در صف اولی مذاکره با آمریکا باشه، اون رو با پرونده کردان پالیزدار رو حذف کردن. بعد رفسنجانی با کمک بی بی سی حرکت سبز رو آوردن، یک مشروعیتی بدن به یک مهره سوخته و کاملا اسلامی به اسم موسوی، با جز همین باند انگلیس، و اینها رو به دوباره این نظام رو راه بندازن. ولی مردم به خیابان نیومدن، نگفتن رأی منو پس بده، حدود 2-3 هزار نفر بودن، ولی زمانی که پیام از سوی شاهزاده رسید، فوش فوش به خیابان اومدن، دلشون هم باز شده بود، پاسداری هم در خیابان نمیدیدن به اینا حمله کنه، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی دادن، پاسداری حمله نکرد، بسیجی حمله نکرد، و اوضاع نظام خراب شد.
در این موقعیت رفسنجانی مجبور شد بیاد یکم قسمت‌های بازی رو به برادرای لاریجانی بده، ولی خودش در خفا به صورت باز به طور سبز ادامه داد و بعدم اسمش شد حرکت انحرافی رفتن به سوی مردم. نتیجه همه اینا وحشت بیشتر درونی شد، حرکت گریز از مرکز پولدارهای نظام، فروش سهام در بورس و خرید دلار، سقوط مقدار بورس و بالا رفتن قیمت دلار و جماعت بقیه اعضای حوزه دیدن این رفسنجانی داره کار به جای باریک میکشونه، اینو رد صلاحیت زدن. یکی از نوکرانش رو از مجمع تشخیص مصلحت نظام به اسم روحانی رو آوردن سر کار و همون سیاست‌های اولیه این ادامه بده، یعنی یکم لاس خشکه با میانه روی، لبخند، پیشنهادات نفتی و مذاکرات بی انتها تا اینکه طرف از نفس بیفته یا اینکه بیاد و به اینها اون تضمین امنیتی رو بده و اینها خارج بشه. ولی روحانی واقعا مرد این کار نبود. وقتی که آمریکا صحبت از تحریم 100% یا بازداشت اینترپولی کرد، خودش همه رو زد کنار، خودش مذاکره بکنه از راه ظریف در بحرین و تنش در داخل نظام بیشتر شد. تعداد شرکت کنندگان در مراسم رسمی بسیار کمتر شد، مردم هم که نبودن، پلیس هم که نبود، وضع اینا بحرانی شد. آمریکا آمد صحبت از تعلیق تحریم ها کرد که اینها رو کم نجات بده. انگلیس و روسیه گفتن باید به ما تضمین 100% روی اتم بده، چون میدونستن این نظام نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه بیاد شفافیت بده در سیستم اتمیش. همه سیستم سیاسیش بر اخاذی سیاسی واقع شده و میخواستن این رو جایی ببرن که واقعا به هرچل بیفته مجبور بشه کارهای عجیب غریب بکنه، که این هم شد. زیر بار قرارداد ژنو نمیرفتن، در داخل تنش مردمی بیشتر شد، عدم حضور پلیس باعث شد روز اول ماه مه کارگران به صورت فوجی عمل کنن. شاید بیشتر از 100,000 نفر در شهرهای مختلف ایران که متاسفانه حمایتی از توی اپوزیسیون نشد و در این گروه سرد هم ازش صحبت نکردن، چون این دیگه به نفع اینها نبود. بعد یک دختری چادرش رو از سرش برداشت در خیابان، اون هم این سرد رو ازش صحبت نکردن. کارگران اعتصاب کردن، اصناف به اینا پیوستن و وحشت داخلی نظام بیشتر شد. آمریکا بیشتر به اینا وقت داد، که خود اون وقت بیشتر یعنی که تحریم ادامه داره و دوباره همین برنامه‌ای که یک سال طول کشیده دوباره ادامه خواهد داشت. پولدارها ناراحت شدن، این سقوط بورس ادامه پیدا کرد و در داخل خود نظام هم سران خسته شدن و عده زیادی که باید در روز عید فطر 500 نفر دور رهبر جمع می شدن، فقط من نشون دادم تصاویر 60 نفر بود. این روحانی دید اوضاع خرابه، بورس که سقوط کرده، اعضای کل رهبری با بازی رو ول کردن، خودش گفت میریم با آمریکا میسازیم. برد برد یعنی که میریم در خط آمریکا، یعنی که تسلیم کامل در مقابل آمریکا. اعضای حوزه دیدن داره این که اینها رو میفروشه، این برنامه رو رد کردن و این روحانی رو کنار نذاشتن و این فهمیدش که مورد دیگری از جز این در بازی ندارن و اگر این رو کنار بذارن آبروی کل حوزه میره و مجبور میشه بازی رو بده به بقیه بازیکنان رژیم، مثل لاریجانی ها، آخوندهایی که در حاضرن بلافاصله با آمریکا بپیوندن، یا اعضای سپاه پاسداران. آمریکا هم از این موقعیت استفاده کرد، از اینا پیشنهاد کرد که در مقابل مسئله موشک ها اینا عقب نشینی بود. در همون زمان مسئله باف پیش اومد، 5,000 کارگر یعنی 50,000 آدم شهر، هم تمامی آدم شهر باف بر ضد رژیم جمهوری اسلامی وارد اعتصاب شدن و وضع اینا رو به خطر انداختن، چون باف یک شهری از نظر ارتباطات خط آهن بسیار مهم. اینا رفتن دنبال قضیه بهبهانی، که فقط من نیستم بگم این زن عوضی بوده، خانم جاله دفتریان هم در مورد این زن و سابقه خرابش چیزهای زیادی نوشته از سال 2009، خواهش میکنم به رو انترنت بگردید. و وقتی که این قضیه بهبهانی شکست خود، یعنی نه مردم آمدن، حتی اعضای سبز هم نیومدن، حوزه هم خودش رفت دنبال خط برد برد، یعنی آقا ما حاضریم کوتاه بیاییم. روسیه
ظریف رو دعوت کرد، عراقی ها هم دعوت کردن و لاریجانی بیشتر به جان این دولت جمهوری اسلامی، دولت روحانی افتاد. حوزه از این حمایتی نکرد، پاسداران هم به شمله کرده بودن رفسنجانی و خود این روحانی برنامه سازش در عراق رو ریشش رو زد با پافشاری روی پرچین و قضیه گرفتن پهباد اسرائیلی. در این موقع اوضاع نظام خرابتر شد، بوس سقوط آنچنانی که اینا دوباره رفتن بهبانی رو علم کنن نشد، رهبر یکم توی دهن روحانی زد ولی باز این رو ور نداشتن، انتظار داشتن در دیدار آخر هفته در روسیه موفقیتی پیدا کنه، ولی روسیه نمیخواد بازیچه دست اینا باشه و اینا حمایتی نکرد، مرکز اتمی هم بهشون نفروخت و آبروی اینها رفت. آمریکا این عمل رفتن به طرف روسیه رو تحریم 8 شرکت بود از جمله 5 تا بانک رژیم و یکی از مهمترینش بانک بین المللی کیش. اوضاع اینا خرابتر شد، در نماز جمعه اون آخوندی که باید صحبت میکرد گفت دولت در حال ورشکستگیه، یعنی آقا ما دنبال نمیاد، و بعد گفت باید دنبال قضیه عراق رو بگیری، یعنی دوباره برگردی عراق، دست به دامن آمریکایی‌ها بشین و ازشون کمک بخواد. در این هفته عکس شماره 1 برنامه کلی هفته بود. روز اول روز مبارزه با تروریست که در واقع روز ضد آمریکایی از دیدگاه نظام و این روز بین المللیه و در اون روز به همه دنیا میتونستن رژیم رو زیر سوال بزنن از نظر تروریسمی. از روز دوشنبه و سه‌شنبه روزهای اسلامی بود، روز چهارشنبه روز مبارزه با انگلیس، الان اینا با انگلیس دشمن دارن و روزهای دیگر هم برنامه های دیگری داشتن. و در کنار اینا اصلی ترین مسئله این بود که آیا اینها میتونن حریف این روحانی بشن؟ این یه آدمیه که بزدله، تا یه جایی هیچ کار نمی کنه، بعد که اوضاع خراب میشه یه ها شروع میکنه به حرکت انحرافی، رفتن فرار از مسئولیت و رفتن به طرف آمریکا و تسلیم شدن، که خود این حرکت ممکن بود که باعث بحرانهای دیگری بشه. در روز شنبه 8 شهریور از سوی آمریکا حمله در مورد تروریست بودن جمهوری اسلامی در سطح جهانی نشد. در داخل نظام هم کسی به نظام آمریکا به عنوان تروریست نگاه نکرد، ولی عکس شماره 2 روحانی برنامه تشکیل داد به اسم جشنواره شهید رجایی و به همه وزرای خودش جایزه داد که شما بهترین دولت هستید. یعنی عملا در یک هفته ای که در اثر شکست هایی که هفته پیش خورده بودن ممکن بود وضع بورس کاملا خراب بشه، این موقعیتی میگرفت که بتونه خودش رو از دست حوزه نجات بده، اعلام استقلال بکنه و هر کاری که میخواد بکنه، چون که اونا نمیتونن این رو عوض بکنن وگرنه آبروشون میره. وقتی این رفتار از سوی روحانی انجام شد، بورس تهران حالت سقوطی گرفت و دلار هم بالا رفت، هرچند که مراکز فروش دلار کاملا در دست دولت هستن و دیگر بازار به اون صورت سالهای گذشته آزاد نیست. در این موقعیت عکس شماره 3 رئیس سپاه پاسداران گفتش که مانوف در اصفهان، چون یادتون باشه در هفته پیش در اصفهان تظاهرات شده بود، ولی این عکس تقلبیه، چون ببینید که در عکس قسمت پایین دست راست اون جمعیت سرباز که واسطاده سایه هاشون به طرف دست راست خودشونه، در حالی که در عکسی که عمودی هست به اون همون مسئله سایه اتومبیل این جعفری به طرف دست راست خودشه. یعنی که این رابطه‌ای که اون اجلو اینا ساندید و پیچیده 12 ساعت طول کشیده، همچیزی امکان نداره. این مانور در 1 ساعت در صبح انجام شده بود و در اونجا میگه ما آماده تیراندازی با آمریکا هستیم، در که آمریکا به اینا اعلام جنگ نداده بود. فقط این برنامه برای این بوده که اگر روحانی بخواد به طرف آمریکا بره راهشو ببنده. در همون روز زلدور هم از سپاه اعلام میکنه که این دولت نمره قبولی نیاورده که با اینها
بنای دشمنی رو بذاره و جلوی کار روحانی رو بگیره. لاریجانی عکس شماره 4 عازم قم میشه برای دیدن مراجع قم که بگه آقا من هستم، من حاضرم نماینده شما باشم. و در این حال در همون موقع رفسنجانی هم شروع به حمله مطبوعاتی به دولت میکنه، وضع تهران خرابه، بچه های شیناباد چه میدونم پول نگرفتن از این حرفا، مردم رو به خشم بیاره و قوه قضاییه لاریجانی ها دوباره پرونده مهدی رو باز میکنه و جلوی به اصطلاح این حرکت های انحرافی رفسنجانی رو میگیره. در همین روز شنبه ده حوالی زود در یه بانک اصفهان یکی از خود آدم های رژیم، یکی از این پولدارهای رژیم رفته بوده قرضی از بانک بگیره، بهش نمیدن، بنزین برده بوده رو سر خودش میریزه و خودشو آتیش میزنه. در همون ساعت سایت فرارو که وابسته به امیر رفسنجانیه مینویسه هر خودکشی که در ملای عام باشه این در واقع ضدیت با نظامه و دوباره بورس حالت سقوطی میگیره، به خصوص ایران خودرو، هلدینگ فارس و مپتا. و هرچند که رژیم به گفته خود رسانه‌های اینترنتی بورسی 140% در بازار ارز می‌ریزه، ولی موفق نمیشه جلوی این سقوط رو بگیره. از سوی آمریکا پیامبری میرسه به وزیر خارجه نیکاراگوا، عکس شماره 5 است. تا من میگم از سوی آمریکا برای اینکه این مملکت 50% درآمد ارزش است آمریکاست و طرف هرچی با این ظریف لاس میزده فایده ای نمی کنه. ولی خبر بدی برای اینا میرسه، شخصی به اسم خانوم موقرینی مال ایتالیا، وزیر خارجه ایتالیا که یکی از کارمندان این تینک تنک های آمریکاست، میشه میگن که از ماه نوامبر قرار بیاد جای خانوم آشتون. یعنی سیاست اروپا از مسیر استقلال با منافع آمریکا در میاد و دوباره برمیگرده همون جوری که زمان شخص قبلی بود، دوباره برمیگرده به دامان آمریکا. وضع داخلی خراب بوده، همه بر ضد روحانی بودن، یک کسی خودشو آتیش زده بوده، پلیسی نبوده اونجا امنیتو برقرار کنه. روحانی کنفرانسی میذاره که ویدیو شماره 6 است، خواهش میکنم دقیقه 3 تا 4 اش رو لطفا پخش بکنید. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود داره، به هر حال ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی داره، خب ما قوه قضایی فردی رو محکوم کرده و محکومیتش برای اینه که طرف از حقوق اجتماعی محروم بشه، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده. اگر ما به قانون عمل میکنیم به حکم دادگاه عمل میکنیم، ولی تخیلی این که یه آقایی در یه عکسی بوده، حالا این عکس مال کیه، مال چه تاریخیه، به چه منظور بوده، رفته تماشا بکنه، رفته ببینه، رفته چجور شعاری بده، اینجوری ما نمیپذیریم که کسی بخواد بر مبنای توهمات فردی رو محکوم بکنه یا به دولت بگه که این فرد محروم از حقوق اجتماعی. سوال بوده که آیا رهبر به شما گفته خط قرمز ما فتنه است، و اینکه کسی که تو عکس بوده، که از وزرا بوده که عکسشو پیدا کردن، رفته بوده به نفع موسوی، و وقتی میگه یه کسی کسی تخیلی، یعنی رهبر رو میاره در حد کسی، یعنی که این بابا آدمی نیست، ما راه خودمونو میریم، اگه کسی چیزی رو محکوم کنه، یعنی لاریجانی ها بیان با رهبر در بیفتن یا در مسیر اون برن، ما هم در خط میریم، ولی تا کسی که به ما زور نیاورده من در راه خودم میرم، رهبر رو قبول ندارم، اگه دلم بخواد صبر رو آزاد بکنم. در همون روزم رسانه از همین کلمه اون هم اینا بوده، فیلمی از ستوده بخش میکنن، دفاع از ستار بهشتی، همون سبزی که میگم فرزند شاه ایران از خمینی بدتره، که باز یک مسیر رو همین چیزها رو زنده نگه دارن. عراقچی هم در اون شب
مصاحبه میده، میگه با آمریکا خیلی دعوا داریم، که در واقع خود گروه روحانی رو بذاره در مقابل گروه آمریکا، و اگر بگه که اگر با کسی قرار مذاکره بشه فقط با ماست، ما در صدر نشستیم و هر غلطی دلمون بخواد میکنیم. میرسیم به روز یک شنبه نوع شهریور، روحانی اعلام استقلال داده بود در داخل نظام، آمریکا از راه عربستان سعودی میگه ما حاضری با جمهوری اسلامی کنار بیایم که این حالت تنش در داخل نظام رو بخوابونه، دریچه برای آرامش پیدا کنه. از فنلاند هم عکس شماره 7 وزیر خارجش میاد و واقعا با تو محبوده تو این عکس ها، اگه کسی دستش رو درنیشه این رو در بادی لنگیج یعنی زبان بدن میگه که این حرف خیلی داره بزنه ولی نمیتونه بزنه. به هر حال موفق نشد که اینها رو به راه راست بیاد. در همون روز پاسداران اعلام میکنن 8 اعدام، اعلام میکنن استخدام زن در قهوه خانه ممنوعه، و حوزه که در این هفته قرار بوده مجلس خبرگانش دور هم جمع بشن، دعوت از سلیمانی میکنه برای نطق در اونجا در روز دوم که روز چهارشنبه قرار بوده باشه یا پنجشنبه، و که یکم با این پاسدارا را بیاد که اینا اینقدر در مقابل به اصطلاح دولت منتخبی که از دست خود این دوزه در رفته و نیستن و بازی را از دست اونا نخوان در بیارن. لاریجانی در سفرش به قم رو ادامه میده، قوه قضاییه چندین اعدام اعلام میکنه، 13 اعدام که بگه ما هم در بازی اعدام هستیم، و بوس دوباره سقوط میکنه، این دفعه بانک ها سقوط میکنن، فولاد مبارکه سقوط میکنه و پتروشیمی فارس فکر میکنه. و در همون روز معاون وزیر اقتصاد طیب نیا اعلام میکنه وضع خراب اقتصادی مال دولت فعلی نیست، یعنی آقا به بقیه هم بند بکنید، به گروه رفسنجانی بند بکنید، فقط به ما بند نکنید، و عملا یک دهشتی در داخل نظام بوده. چیزی که من هفته دیدم صحبتی از استیضاح دیگه این هفته نشد، چون این بابا لاریجانی خیلی ها رو گفته بود استیضاح میکنم، و حتی ظریف رو و روحانی جواب داده اگر ظریف رو استیضاح کنی خودم میرم مذاکره، یعنی اصلا من احتیاج به معاون و وزیر ندارم، هر کی میخواد استیضاح کن اینقدر بکن تا به اصطلاح از ریشه بیفتی، ولی من کنار نمیرم. و این بابا دیگر دنبال اون قضیه نرفت، ولی ممکنه باز وقتی اگر از همه جا بمانه دست به دامن استیضاح بشه. در روز دوشنبه 10 شهریور روز امامزاده ها بود، هیچ برنامه برای امامزاده ها اعلام نشده بود، هیچ حرکتی در امامزاده ها نبود. در این روز این گروه پاسداران میخوان یک شخصی رو در محمود آباد دار بزنن، و اهالی شهر 3000 نفری حمله میکنن و این عده رو فراری میدن، و جمهوری اسلامی خبر رو ماسمالی میکنه. سبزها هم جایی نمی نویسن، چون این ده به احتمال قوی شعار بر ضد جمهوری اسلامی داده بودن و دیگر این قابل بهره برداری برای منافع سبز نبود. این یارو فنلاندیه که در ایران مونده بود به دیدن رفسنجانی میره، و ظریف و عراقچی عازم بروکسل میشن برای دیدن آشتون، قبل از اینکه این برنامه عوض شدن منافع اروپا در مسیر آمریکا قرار بگیره، ببینن آیا میتونن با آشتون کاری انجام بدن که منافع اروپا تامین بشه، ولی این منافع برای آشتون به اینا جواب رد میده به احتمال قوی، چون در هیچ جا ننوشتن ادامه این مذاکرات چی میشه. در همین موقع پاسداران برنامه میذارن صبحگانه پدافند ملی عکس شماره 8، که این به احتمال قوی مال عکس مال سابقه، چون این موشکایی که اخیراً اعلام کردیم داریم هفته پیش نشون دادن در تصویر نیستش. و یک جوکی رو برای شما تعریف کنم، اخیراً یک مصاحبه‌ای بوده با پوتین و بهش میگن که آقا، خبرنگار آلمانی بوده، یا آمریکایی‌ها گفتن که این موشکایی که ما گذاشتیم در اروپای شرقی برای ضدیت با روسیه نداره، اینا ضدیت از ترس موشک‌های جمهوری اسلامی، و طرف میگه آقا این پوتین
چنان قاهقات زد زیر خنده که 5 دقیقه نمیتونست جلو خندهشو بگیره و در نهایت به اون بابا گفتش آقا من از تو متشکرم، خدا عمرت بده اومدی از من سوال کردی، سالها بود که نتونسته بود منو بخندونه و تو منو خندوندی. این نشون میده اصلا چقدر جمهوری اسلامی از دیدگاه این ابرمردان دنیا ضعیفه. به هر حال در این روز که جمهوری اسلامی داشت همه جا در میزد، روسیه در حال امضا کردن قرارداد خط لوله گاز بزرگ با چین بود که این دو کشور رو به ابرقدرت‌های بسیار قوی تبدیل خواهد کرد، چیزی که ایران میتونست اگر یک دولت واقعی داشت، یک دولتی مثل زمان شاه که ایران به روسیه نفت گاز میفروخت، در این بازی شریک باشه و خودش تبدیل به این ابرقدرت‌ها بشه. در داخل نظام میبینن که ظریف رفته به دست به دامن انگلیسی‌ها شده، چیزی به دست نیاورده، آمریکایی‌ها از راه فنلاندی میخوان دل رفسنجانی رو بقاپن و مجلس اعلام میکنه روحانی از خطوط قرمز رد شده که این آخوندها رو وارد چالش بکنه بر ضد دولت روحانی، ولی اونها حرفی نمیزنن. برای اینکه فشار بیارن به سیستم، قوه قضاییه دادگاه قاضی مرتضوی رو شروع میکنه، عکس شماره 9 هست این قاضی مرتضوی رو میبینید و تعداد جمعیتی که رفته بودن واسه این قضیه جمع بشن بسیار کم بوده و محافظ هم داشته، یعنی که از زندان نیومده و اینا، و این رو نمیخوان بمیره، همین قوه قضاییه نمیخواد این بمیره چون میتونه از این بهره برداری کنه، خیلی پرونده رو همه داره. در همون روز قوه قضاییه اعلام میکنه رحیمی معاون احمدی نژاد محکوم شده و پرونده فوتبال هم باز خواهد شد، چون اونم باز سرش از چسبیده به رفسنجانی و برای فشار بردن به رفسنجانی. روحانی در این موقع چیکار میکرده؟ روز امامزاده ها بوده، امامزاده که نرفته بوده، یک تصویر این در میاره روز جهانی مساجد، که این روز جهانی مساجد 2 هفته پیش بود، من بهتون نشون دادم، کسی نرفته بود و عکسی هم که توش هست تقلبیه، چون پشت سر 3 نفر اول در هر رده گاهی 20-30 نفر نشستن که همچیزی امکان نداره و تقلبی. در همین موقع که اوضاع خرطوخر بوده، ظریف موفق نبوده، در اونجا جلوی اعدام رو گرفته بودن پاسدارا، بدون عوضی که بیان قدرت نشون بدن تو خیابونا موشکای کهنه رو نشون میدادن، زبونها در داخل نظام باز میشه و در اخبار و این رسانه ها چاپ میشه که دولت آب رو در مازندران به روی مردم بسته و داره آب ذخیره میکنه برای اینکه سوخت برای تولید برق کم داره. در جای دیگری اعلام میشه که 20,000 مهندس در تهران بیکارن و ساخت موسازی عملا خابیده، و در جای دیگر اعلام میشه که رودخانه عرس رو هم اینا خوش کردن، آبش رو بدزدن برای تولید برق که به حالت بیبرقی و سقوط کامل نیفتن. بورس دوباره حالت سقوطی میگیره و شاخص ها از روز شنبه هم بیشتر سقوطش بیشتر میشه. میرسیم به سه شنبه 11 شهریور. در آمریکا اون گروه داعش که آمریکا اینها رو درست کرد، چون که در منطقه‌ای که آمریکا حضور داشت اینا حضور داشتن و به اینا حمله نمیشد، ولی بعدن که موفقیتی نداشتن، همه دنیا به جان اینا افتادن، آمریکایی‌ها هم گفتن ما دشمن اینا هستیم، ولی در این هفته دنبال این بودن که اروپایی‌ها رو در این حملات سهیم بکنن و اروپایی‌ها چون در جنگ اول عراق چیزیشون نیامده بود همراه نشدن، در زمینه اوکراین هم همراه نشدن. این چیزی که در اروپا هست الان که اگر ما در اوکراین شرکت کنیم، این چیزی در اخبار دیشب در تلویزیون فرانسه بود، این به نفع یا آمریکاست یا به نفع روسیه که میخوان دنبال جنگ سردن، چیزی برای اروپا نمیاره، به خصوص که در قسمت شرق اوکراین مردم خودشون روسی میدونن و اصلا حضور روسا رو حمله نمیدونن. به هر حال آمریکا باید کاری میکرد بدون حمایت اروپایی ها و دست به دامن همپیمانان در منطقه شد. سودانی ها یک مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی رو بستن و ترک ها هم چندین نفر رو در رابطه با زراب بازداشت کرد. از سوی دولت جمع استادداران بود
در اونجا اعلام شد ممکنه آب وارد بکنه. ببینید وضع چقدر خراب شده، چقدر سوخت کمه، آبها کافی نیست، باید آب وارد بکنه. طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد اتومبیل‌های بالای 2500 سی سی دیگر وارد نمیشه چون اینا بنزین زیاد مصرف میکنه. آل اسحاق مال اتاق بازرگانی اعلام کرد شرکت‌های بزرگ مالیات نمیدن، یعنی به جان شما میافتیم. و نعمت‌زاده اعلام کرد 700 هزار بازاری بدون جواز دارن کار میکنن، یعنی اونجا هم به جان یه عده‌ای میافتن به حضور اونایی که در حال اعتصاب هستن. دوباره از توی سپاه پاسداران اعلام سیستم جدید پدافند هوایی، عکس شماره 11 که این یارو فرزاد اسماعیلی رئیس پدافند خاتم الانبیا این رو افتتاح میکنه، باز هم همون موشک های کهنه هاک مال زمان شاه و همون رادار کهنه ای که اینا تا حالا 20,000 بار به ما نشان دادن. و وضع اینا فوق العاده خراب بوده، این دفعه اعلام میکنن 10 نفر رو در زندان قزلحصار دار زدن در این هفته، ولی دیگر اسمی نمی نویسن چون دیگر بهره برداری سبز نبوده، اینجا فقط مسئله ترساندن مردم بوده که ما قدرت دار زدن زندانی ها رو داریم، زندانی ها گروگان های ما سپاه رؤسای سپاه پاسداران هستن. در این زمان لاریجانی که رفته بود دست به دامان مراجع شده بود چیزی که به طرف سپاه پاسداران میره و در مراسم رؤسای گروه تبلیغاتی نظام پاسداران عکس شماره 12 شرکت میکنه. سالن بسیار کوچیک بوده، آدمهایی که شرکت کرده بودن همه بالای 40-50 سال و بعضی هاشون هم که موهای سفید، یعنی این کسانی هم که کنار نظام موندن. اون بالا فضلی رو میبینید، نقدی رو میبینید و رئیس کیهان شریعت مداری، همه پیرباتالای نظام اینا دور هم جمع شدن که مثلا جماعت رو بترسونن. یکی از آقا بگر میخواستی بترسونی اینا رو میآوردی تو کوچه، ولی اینا جرأت ندارن میان تو کوچه، میترسن مردم مثل اون شهر سنندج بریزن خونه هاشون رو آتیش بزنن. از سوی روزنامه اعتماد وابسته به گروه رفسنجانی اعلام میشه دولت میخواد در زمان مجمع سالانه سازمان ملل شروع به مذاکره با آمریکا بکنه. سایت ایلنا وابسته به رفسنجانی اعلام میکنه ما در مملکت 6,000 صادر کننده داریم فقط، ولی 300 تاشون کار میکنن تو دفترشون، کارمند دارن و فقط هم به دو کشور صادر میکنن، ای عراق و افغانستان، یعنی هر دو هم پیمان آمریکا. یعنی آمریکا اگه بخواد هر لحظه در این چرم ببنده سنار سشهی هم که غیر نفتی وارد ایران میشه، درآمد غیر نفتی بسته میشه. ایلنا در جای دیگری می نویسه که کارگران شرکت هایی که پول نگرفتن تولید کارخانه رو می فروشن که پول ماه شبشون رو در بیارن. بعد ایسنا می نویسه که در دبی با مردم جمهوری اسلامی بدرفتاری میشه، زنها رو می دزدن، بهشون تجاوز می کنن، پول های اینا رو می دزدن و میگه اونجا نرین، اونجا دیگر جایی نیستیش که برای گردشگری باشه. بورس تهران به حالت منفی کامل میگیره و علی صالح آبادی رئیس بورس تهران اعلام میکنه در 6 ماه اخیر ارزش بورس تهران 60,000 میلیارد تومان کم شده. کل ارزش بورس تهران 3 سال پیش که اعلام شده بود 57,000 میلیارد تومان بود. یعنی چی؟ یعنی در بورس تهران پولی نمونده. و خودش هم میگه در مصاحبه که چاپ شده، آقا این بورس دیگه سال هاست که بورس نیست، پولی درش نیست، همه چی تمام شده. برای همینه که این نظام همه به جان هم افتادن، هر کی در مسیر خودش میره و روحانی هم فریلانس کامل شده، فقط مسیر منافع خودش رو میبینه. چون در قسمت ذخیره مالی نظام تمام شده است، چیزی دیگر در ذخیره نمانده در از فروش سهام، اونایی که سهام داشتن فروختن، الان دارن تبدیل به عرض میکنن یا تبدیل به عرض کردن، فقط منتظرن دریچه باز بشه بپرن فرار کنن و نظام سقوط بکنه. در همون روز باید جلسه شورای خبرگان باز میشد، عکس شماره 13 است، حدود 90 نفر عضو داره، در اینجا حدود 24-5 نفر
آدم اومده بودن. عکس 4 نفر هم هست که امسال مردن، تو عکس شماره 13 میبینیم جاش آدمی نیومده استخدام بشه، انتخاب بشه، چون نظام آینده نداره. و در این مجلس به جان علی جنتی میفتن، میگن این بابا از نظر فرهنگی خرابه، یعنی با دشمنی با دولت روحانی که حرف اینها رو گوش نمی کنه. در همون روز در شورای شهر تهران هم این یارو مسجد جامعی که مال اصلاح طلبان بوده سقوط میکنه، و چمران که برادر که از نوکران آمریکا بوده در صدر بازی میشینه، و اینها منتظرن در شهر تهران اتفاقی بیفته در مسیر مردم حرکت کنند یا در مسیر آمریکا. میرسیم روز چهارشنبه، باید برنا و درس های مدرسه حوزه شروع میشده. عکس شماره 14 است، میبینیدش که در جلو 7-8 تا آخون نشستن، عقب رو که نگاه میکنین عده زیادتری نشستن، ولی عده شاید بیشتر از 100 نفر نباشه و اصلا لباس طلبگی تنشون نیست، در حیات مدرسه حوزه نیستن، اصلا در اون روز اجرا نشده بوده. چند روز قبلش اینا گفته بودن ما 200,000 نفر اسم نوشته داریم، 200,000 نفر هم خارجی، اینجا شاید 200 نفر آدم معمولی رو تو کوچه پیدا کرده بودن. پاسداران میبینن اینا تو دهنی خوردن از طیف طرفدار خودشون، شروع میکنن به تبلیغ برای خودشون. عکس شماره 15، قاسمی رئیس سابق شرکت ملی نفت در حضور اسد که بگن ما خودمون میتونیم خودمون رو اداره بکنیم با کمک به همپیمانان خارجی. بعد اعلام میکنن 300,000 حلقه طیبه تو ایران داریم، یعنی ما در تمام مساجد آدم داریم، که خب عید داشته اینا رو در این هفته روز امامزاده ها بود نشون میدادن. و بعد هم خبر دیگه میگن تمام پارک ها و پلاژ های ایران مسمومه، آب و خاک و درختش، که مردم به کوچه نرن، در واقع خودشون رو مبصر بازی اعلام میکن. در روز دوم مجلس خبرگان بودیم، در اونجا یهو میگن که سلیمانی دعوت نشد. عکس شماره 16، جاش شمخانی رو آوردن که میدونیم بهش میگفتن دریادار آب و حوزی، که آدم فوق‌العاده بیماییه، الان هم چند تا آنفاکتوس کرده و اصلا مدیریتی نمیتونه بکنه، و یه عده باز یکم بیشتر اومده بودن از این خبرگان. ولی البته بازم عکس رو خوب نگاه بکنی، اونایی که عقب هستن خیلی ریزن و به نظر میاد که در فتوشاپ کارگزاری شده باشن. به هر حال جمعیت در داخل نظام سلیمانی رو نمیخواستن، این آخوندهای پیر دست به دامن یکی از نوکرای خود گروه و نوکرای رفسنجانی شده بودن، که خود این نشانگر این که اینها نمیدونستن کجا دارن میرن. دوباره بورس حالت سقوطی میگیره و دلار بالا میره. عکس شماره 17، روز دولت بوده و صحبتی از سوی روحانی در نمیاد، چون میبینه که واقعا بازی از دستش در رفت. در همون روز آمریکا از سوی یکی از این سازمان‌های بین‌المللی اعلام میکنه قرض جمهوری اسلامی بسیار کمه تو دنیا، اصلا اینا مغروز نیستن، یکم به اینا به اصطلاح آبرو بده. و قطری ها رو عازم ایران میکنه، عکس شماره 18، این قطری ها بانکداران آمریکا هستن، به هر کی بخوان پول بدن، به داعش، به لات و لوت های اسلامی سوریه قطر میده، و اینا میخواستن پولی به جوب جمهوری اسلامی بریزن وقتی خبر سقوط کامل بورس رو خوانده بودن. ولی روحانی کوتاه نمیاد و میگه ما با آمریکا اعتماد نداریم، و که به صدا تاخچه بالا بذاره و برای خودشون تضمین امنیتی بخره. در روز پنجشنبه 13 شهریور، سازمان بین المللی انرژی اتمی که از هفته پیش باید ضرب الاجل گذشته بود و اینا رو تحریم میکرد، میگه تازه میخوام گزارش بنویسم که ما راضی نیستیم، حالا تحریم ها رو بمونه. و دوباره هم اینا میرن آمریکایی‌ها که چه میدونم چنان وب مستر یه گروه سبز در زندان و از یه ظریف عازم ایتالیا میشه، عکس شماره 19، به بهانه دیدن رؤسای اونجا، ولی در واقع میخواسته این خانوم مغرینی رو ببینه که 35-36 ساله چه گذاشتن در صدر ریاست وزارت خارجه اروپا، و به سردی واقعا ماهی میمونه. و این بابا رو میبینید که یکم غلاف کرده با همه
وقاحتش جلوی این زن زه زده چون پشتوانه گرم آمریکا پشتش. در همین روز اعلام میشه آقای هارو هم پسرش این رو به بیمارستان برد، سکته کرده بود، این که میگفتن زندانه، بعد گفتن بیرونه، بعد گفتن زندانه، این دفعه باز بیرون بود. عکس شماره 20 است، میبینید که پیرنش هم جر ندادن، صورتش هم خوب اصلاح کرده، الحمدلله آدم تمیزی بوده. به هر حال در همون روز خامنه ای باید این به اصطلاح خبرگان به حضور میپذیرفته. عکس شماره 21 است، عکس بسیار جالبه، میبینید که آخوند شاهرودی جوراب بنفش پاش کرده، بنفش رنگ این آقای روحانیه، ولی قیافه ها همه تلخه، از جمله قیافه رهبر، ولی قیافه این روحانی بسیار آرامه، چون هر چه کرده بوده باز این رو کنار نزدن، چون دیگر آدمی ندارن. وقتی که برنامه حوزه طلبه نداره، اینها آینده‌ای ندارن، یکم بگن اشتباه کردیم روحانی رو عوضی آوردیم، کل بازی از دست اینها در می. در مقابل این که اینها پشت روحانی رو گرفته بودن، در مجلس کسی اعلام میکنه سازمان اوقاف، یعنی که در صدرش روحانیت هست، تبدیل شده به محل دزدها، تمام دزدی های ایران از محل اوقاف میشه و از سوی حوزه هیچ صدای در نمیاد، چون میدونن که اگر دنبال قضیه رو بگیرن ممکنه قضیه بودار بشه. در پایان روز اتفاق بسیار جالبی میفته، عکس شماره 22، از داخل نظام یک مراسم خاکسپاری برگزار میشه که هیچ کسی بهش ایراد نمیگیره، نه پاسداران، نه مجلس و نه حوزه، یعنی همه با هم مخالف موافق بودن. خاکسپاری ناصر کاتوزیان، یکی از نویسندگان اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی، مهره وابسته به آمریکا، یعنی آقا ما براتون میذاریم، و میبینید که حدود 1000 نفر هم رفته بودن شرکت کرده بودن تو مملکت ما، 1000 نفر نوکر آمریکا وجود داره که رژیم به اینها کاری نداره، و نشانگر اینه که خود نظام میدانه که اوضاعش خرابه و باید با اینها بسازه. در همون روز این شهرداری تهران اعلام میکنه این پارازیت ها برای سلامتی مردم بده و ما داریم طرح میذاریم که پارازیت رو کم بکنیم. یعنی چی؟ اگر میگن این یارو چمران میگه آقا منم حاضرم شرکت بکنم، در کنار مردم باشم، پارازیت رو کم بکنم، رسانه های آمریکا پیام بفرستن و برنامه رو آمریکایی بکنه. در روز جمعه باید به اصطلاح صدایی از سوی آمریکا میومده، ولی آمریکا این حرفا سرش نمیشه، چون 30 سال اینا رو 35 سال تحریم کرده که به اینها بر اینها غلبه کنه، نه اینکه اینا لحظه آخر بیان بهش بپیوندن و نذارن مهرهای خود اون بیاد جلو، و اعلام میکنه ما با جمهوری اسلامی کاری نداریم، حتی در نبرد با داعش اینها رو قبول نداریم. از داخل نظام حالت ضدیت دوباره بیدار میشه، ایرنا وابسته به رفسنجانی اعلام میکنه صدا باید اسم آدم های دزد نظام چاپ بشه، مجلس اعلام میکنه که من با قوه قضاییه دعوا دارم، دو تا برده لجرایجانی جنگ زرگری، این به اونی که میگه آقا زنجانی رو به کار بنداز، پرونده رو در واقع جلوی گروه رفسنجانی رو گیرن که بخواد در بازی در صدر به اصطلاح طرفداران مردم باشه، مردم باشه با این مسئله مطرح کردن لیست دوستا. در داخل نظام وحشت میفته، معاون وزیر کار اعلام میکنه تمام صندوقهای بیمه ورشکسته شدن، صدای های دیگری هم از داخل نظام میاد، شخصی اسم کاظم پالیزدار که اصلا ربطی به اونیکی نداره و جزو دولت هست، میگه همه چیز که وضع خراب تقصیر بانک مرکزیه، باید یکی رو فدا میکردن، بانک مرکزی رئیسش رو میخوان فدا بکنن. علی جنتی میگه آقا من دشمن هرچی فیلم هایی مثل فیلم قصه ها بودم، من اسلامی هم. و وزیر آموزش و پرورش میگه نماز رو باید مثلا مجبوری بکنیم در مدارس، که بگه آقا من به خدا ولایتی هستم و این گروه لاریجانی به جان اینها نیفته. در نماز جمعه از همه جالبتره، آخوندی که صحبت میکرده میگه خط قرمز رهبر باید رعایت بشه، دوباره به اصطلاح
فشار به روحانی که کوتاه بیا و این میگه این مسئله فتنه مسئله شخصی نیست، اینو نمیشه کوتاه اومد، مسئله رابطه دوستی و چه میدونم محبوبیت و اینا نیست، اینا ضد نظام هستن. در کنارش اعلام میکنه آمریکا متقلبه، ما رو تحریم کرده، که در واقع به اینکه شما حق ندارین با آمریکا این بازی رو ادامه بدین. و در یک جای دیگه هم آخرش اعلام میکنه از یاران سپاه تشکر میکنم برای اجرای هفته پدافند. در اینکه اصلا هفته پدافند در داخل نظام وجود نداره. تمام این کارهایی که به اصطلاح موشک نشون دادن و ردیف کردن عکسای فتوشاپی، اینا میخواسته بگه که اینها بر ضد نظام، بر ضد روحانیت نیستن، بر ضد کسی نیستن و با خود ما هستن. این معمولا که از رسمای دنیاست، وقتی میگن کاری از دست دردخت، وانمود که خود ترتیب دادی که بر ضد تو استفاده نشه. اگر بخوایم یه جمع‌بندی از این هفته بکنیم، اینه که بورس تهران مرده، الان 6 ماهی که مرده، وضع اینا خرابه. برای همینی که روحانی آزاد کار کنه، ماهی آزاد شده، برای خودش راه میره و در مسیر منافع خودش، بقیه هم سعی میکنن در مسیر منافع خودشون برن. یه روز لاریجانی سراغ اعضای مرجع میره، نشد، رئیس سپاه پاسداران میره، رئیس سپاه پاسداران یه روز به طرف روحانی میرن قضیه پهباد رو مطرح کنن، فرداش باز میبینن این داره بدون اینا کار میکنه، به طرف لاریجانی میرن. یک سیستم بدون ثبات به وجود اومده، سازش هم در یک سیستم بدون ثبات غیر ممکنه، و چون سازش امکان نداره، مسئله تحریم ها مانده و وضع مالی این نظامی که هیچی در بساط نداره هر روز خرابتر میشه، هر روز باید قیمت ها رو ببرن بالا که ذخیره ها رو حفظ کنن، هر روز باید بنزین رو کمتر در اختیار مردم بذارن که بتونن جلوی کمبود برق رو بگیرن، چون وقتی برق بره تمام کارخونه ها میخوابه، مترو میخوابه، سردخونه ها میخوابه، غذاها ضایع میشه، بیمارستان ها میخوابه، مردم میمیرن و حالت طغیان پیش میاد. ولی آمریکا دیدید هموطنان در ایران مشتری یا نوکر زیاد داره. اگر حرکت نکنید، اگر به خیابان نیاید، اگر بر خودتون باور نداشته باشید، اگر به شکستن وضع بورس نظام، عدم حضور پلیس برای متفرق کردن 3000 نفر که حمله کرده بودن یک زندانی نجات بدن، عدم امکان این که بتونن این زندانی رو از دست مردم در بیارن، گفتن به بعدن محکوم شد، کجا وقتی از دست شما در آوردن، به کدوم بعدن، بعدن هیچ وقت دیگه، اینها کسی رو ندارن. اگر به خودتون اعتماد نکنید، به خیابان نیاین، بس ننشینین، این بازی از دست شما میره. آمریکا یک دولتیه که در هر تین تنکش یه آدم عقل کل داره، نشستن پیش بینی میکنن، آدم میسازن، پول میدن و آینده مملکت ها رو بخرن. اگر شما در خیابان نباشید و شعار خودتون رو ندید، شعار رضا شاهی ندید، این مملکت از دست شما میره، در حالی که تمام موقعیتی برای اینکه این نظام سقوط بکنه و یه حالت ملی پیش بیاد همه چی وجود داره، ولی شما در خانه نشستید و اگر حرکت نکنید بازی از دستتون در رفته. لازم نیست به جایی حمله کنید، لازم نیست ساختمونی رو بگیرید، لازم نیست به کسی سنگ بزنید، فقط در خیابان بنشینید، راه رو بر اینها ببندید، متوجه خواهید شد که پلیس ندارن و اگر کسی بیاد باهاش صحبت بکنید، بگید جوون تو مگه جزء ایران نیستی، و خواهید دیدش که به شما خواهند پیوست و وقتی تعدادتون زیاد شد میتونید زنها چادرها رو از سر بندازن، مردها یه عمامه تقلبی بیارن زیر دست و پا له بکنن، فیلمش به خارج بره، دیگه آمریکا نگه ملت مسلمان. من امروز داشتم سایت یکی از آشنایان میخوندم، خبر یک جمله ببخشید، خبرنگار فرانسوی که من بارها با این حرف زدم، ولی آقا کلیمیه و دلبستگی به اسرائیل و آمریکا داره، نوشته شاهنشاهی ایران بدون پشتوانه مردمیه. آقا اینا به دو دهن اینا بزنید، نشون بدیم که ما پشتوانه داریم و آیندهمون رو خودمون میخوایم چی باشه، و یک آینده شاهنشاهی قوی برای ایران رقم بزنید، و یعنی آینده ایران بسیار تاریک‌تر از این خواهد شد که فعلا هست، مثل لیبی، مثل عراق، مثل کشورهای دیگر، اول جنگ داخلی بعدم تجزیه داخلی. درود بر شما، تا هفته دیگر، به امید اینکه از ضعف و ورشکستگی نظام به نفع خودتون، به نفع ایران استفاده
این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بند همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم آخه تا کی از آزادی بخونیم خدا داند که در مرز